دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به کانال خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک شیرینی خیلی خوشمزه و آسون به نام شیرینی پفکی گردویی. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. میریم سراغ موادی که نیاز داریم. احتیاج داریم به بین 200 تا 300 گرم مغز گردوی نگینی خرد شده، 5 عدد زرده تخم مرغ، 1/4 قاشق چایخوری پودر وانیل و 150 گرم پودر قند. دوستان عزیز، ابتدا 5 تا تخم مرغی رو که داشتیم زرده رو از سفید جدا می‌کنیم و زرده ها رو داخل یک کاسه می‌ریزیم. برای این شیرینی احتیاجی به سفیده تخم مرغ نداریم. وانیلمون رو اضافه می‌کنیم و همینطور پودر قند. حالا با همزن برقی این مواد رو حدود 8 تا 10 دقیقه خیلی خوب میزنیم تا کاملا کرمی رنگ و کشدار و غلیظ بشه. خب من حدود 10 دقیقه زرده تخم مرغ رو به همراه پودر قند و وانیل خیلی خوب زدم. همونطور که میبینید غلیظ و کشدار شده و کرم رنگ شده. این مرحله خیلی مرحله مهمی هست، به خاطر اینکه اگر زرده های تخم مرغ رو خوب نزنید، بعد از اینکه شیرینی آماده میشه کاملا بوی زخم تخم مرغ مشخصه. و یکی دیگه اینکه اگر خوب زده نشه، زمانی که اون رو توی سینی فر میچینید، داخل فر شیرینی از هم وا میره. خب حالا دیگه احتیاجی به همزن برقی نداریم، اون رو کنار میذاریم. حالا نوبت اضافه کردن مغز گردوی نگینی خرد شده هست. اون رو به مایمون اضافه میکنیم و با یه لیسک اون رو خیلی آروم مخلوط میکنیم. حتما باید مغز گردو به صورت نیم کوب شده، حالت نگینی خرد شده باشه. از پودر گردو هم استفاده نمی کنیم. خب مایه شیرینیمون آماده شد. حالا توی یه سینی فر کاغذ روغنی می کشیم و با 2 قاشق چایخوری یه مقدار خیلی کم از مایه شیرینیمون بر می داریم و با فاصله توی سینی میچینیم. شیرین ها رو نباید بزرگ درست کنید، چون وسطش خام میمونه. من از 200 گرم مغز گردو استفاده کردم. اگر مقدار مغز گردو کم باشه، شیرینی داخل فر از هم وا میره. خب به همین ترتیب شیرینی هامون رو داخل سینی فر میچینیم. حالا شیرینی هامون رو داخل فری که بهتر از 15 دقیقه قبل روی حرارت 300 درجه فارنهایت یا 150 درجه سانتیگراد گرم کردیم، توی طبقه وسط فر قرار میدیم برای 15 دقیقه. این شیرینی نباید تغییر رنگ پیدا کنه. خب من این کارو انجام میدم، برمیگردم و فیلم میگیرم. خب دوستان عزیزم، شیرینیمون آماده شد. حدود 15 دقیقه زمان برد. همونطور که میبینید تغییر رنگ پیدا نکرده. فوق‌العاده خوش عطر و خوشمزه هست. با این مقدار مایه شیرینی میتونید بین 40 تا 45 تا شیرینی درست کنید. یک شیرینی فوق‌العاده خوشمزه و در این حال ساده و آسون. امیدوارم که از این شیرینی هم خوشتون اومده باشه. اون رو آماده کنید و مطمئنم که لذت میبرید.
بفرمایید نوش جون. خب دوستان عزیزم، شیرینی پفکی گردویمون هم آماده شد و من اون رو تقدیم میکنم به همه شما همراهان خوبم. امیدوارم که از این برنامه هم خوشتون اومده باشه. این شیرینی خوشمزه رو آماده کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. لطفا ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید و اگر بیننده بار اول برنامه من هستید لطفا سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.